اسمك نامكي تو بازموني تو هستي يا غروز بايومبر الله صلى الله عليه وسلم زني روبيوت ووردنكي ونزان مسجد بايومبر صلى الله عليه وسلم رو بوكو توزا كرده ميروف ونزان از سيو پستون بود بايومبر الله صلى الله عليه وسلم از صحابگان پرسیدن که ونزان در کجاست صحابگان در جواب گفتن که ونزان وفات کرده است بايومبر صلى الله عليه وسلم فرمودن شما مرا آزار دادید برای چی از مرگ او مرا خبر ندادید در روایت دیگر آمده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به نزد قبر آن زن رفته نماز جنازه خواندند این دلالت به آن میکند که آن زن قدر و قیمت داشت برادران عزیز یک روز شخص شکایت میکند و در شکایت های خود سخن های میکند که گویا آن شخص ترک این دنیا را میخواسته باشد و گفت که هیچ کس مرا نمیپرسد هیچ کس مرا به یاد نمیآورد از مان من نمیشود یگان کس نمیگوید که آیا او زنده است یا مرده در نزد هیچ کس من قدر و قیمتی ندارم برادران عزیز این مکتوب را و یا این سخن را به هر یک پدر و مادر همسر و شوهر و دوستان از مردان باشد و یا زنان باید ما بفرستیم و آنها نیز این سخن ها را خوانند و یا بشنوند و بدانیم که در بین هر آیله و در بین هر رفیق دوستان شخصانی را پیدا کردن ممکن است که اون شخصان در بین آنها با فراست و فرکننده نیک بد استند که تنها اون شخص ما را یاد میکند و پزمان ما میشود زیرا اون شخص اصلاحکار است و یا شخص خیلی زیرک است و یا خیلی مهربان است و یا در حقیقت مرد است و یا او تنها تحمل مسئولیت را میکند و از طرف دیگر در اطراف ما بسیار انسان هایی هستند که در طول عمرشان هیچگاه حس نمی کنند که به ما ضرری رسیده است و یا نه زیرا ما در نزد آنها هیچ و هست و حقیر و نوعیان هستیم و آنها حتی تاب و تابان و امکان فرصتی ندارند که از احوالشان یک بار بپرسند و در گذشت وقت چنین انسان ها حس میکنند که هیچ قدر و قیمتی نداشته بودند زیرا هیچ کس به او اهمیت نمیدهد و هیچ کس از احوالش نمیپرسد حتی چنین حس میکند که گویا دیگران او را بد میبینند پس در آخر این شخص به بیماری روحی گرفتار میگردد و او حس میکند که بدنش ورمیده است شاید چنین انسان این حیات را بد بیند پس اگر به ما سوال شود که اگر ما هر روز از احوال فرزندان خود بپرسیم به ما چی زحمتی میرسد از آنی که در نزد ما است و یا دور از ما است و یا از آن انسان هایی که ادای فرایض الهی میکنند و یا شخصانی که گناهکار هستند تو از طاعت پروردگار دوری میجویند و تو چی دشواری و زحمتی میرسد که همچون شوهر اگر همسری خود را هر روز پزمان شوی و از احوال او بپرسی و در حال دور بودنش و یاد آوری و حس بکنی که روز او را از دست میدهی و به تو چی دشواری و زحمتی است که همچون همسر حس بکنی که روز تو او را از دست میدهی بنابراین در نبودن او را به یاد آور از احوالش بپرس زیرا وقتی که او را از دست دادی حیات برایت ظلمات میگردد و به ما چه دشواری و زحمتی میشود که اگر به یک دوستمان و یا خیش و تبارمان با تلفن موبیلی زنگ بزنیم و به آن شخص زنگ بزنیم که آن شخص شخص عادی خاکسار و فقیر و خیش و تبار ما است پس به همه ما چه دشواری و یا زحمتی است که با احوال پرسی همه اطرافیان خود را با کمی از اهمیت دادن زنده ببینیم.